دوست به همه یاران و دوستان آینی بهی دوستان من فرود هیر بعد از آکادمی پاساگات با لایو دیگری در زمینه بررسی متون پهلوی در خدمت شما دوستان عزیز هستم در این نشست میخوایم به بررسی کتاب اندرز اوشنر دانا از برگردان ابراهیم میزای ناظر بپردازیم خب در پیشگفتار یا دیباچه توضیح در زمینه اندرزنامه ها میگوید اندرزنامه ها که به زبان پهلوی و پازند به جای مانده بخش مهمی از ادبیات ساسانی را شکل می دهند و این اندرزنامه ها برگزیده خرد و آگاهی پیرام پیران خردمندی است که تجارب خود را به گونه نوشته برای ما به یادگار گذاشتند مشروطه این اندرزنامه ها که همکنون در دست داریم به شهر زیر است اندرزنامه آزرباد ماراسپندان، اندرزنامه زرتوشت، اندرزنامه آزفرنبخ فراخصادان و نیز اندرزنامه های بزرگمهر بهزاد فرخ پیروز خسرو قبادان دانا یا دانا داوری خورسندی اوشنر دانا پدر به پسر پولوتکیشان مزدیاسنان به بهدینان و اندرزهای پیشینیان و غیره این اندرزها شامل 56 بنده است هر بند گاه چند واژهای و گاه چند صفحه است در این رساله نسبت به نوشتههای دیگر پارسی میانه حوزوارش بسیار کمی به کار رفته است خب باز میدونیم که اینا در واقع واژگان آرامی بودند که قبل از دوره فارسی میانه یعنی قبل از اشکانیان و ساسانیان در ایران یعنی در دوره اخامنشیان در واقع گویش میشدن به دلیل نفوذ زبان آرامی در دربار اخامنشیان و بعد در دوره میانه نیز باقی ماندن ولی وقتی که در خط پهلوی وارد شدن همون گونه تلفظ می شدن. یعنی در واقع تغییر نکردن ولی خب با خط پهلوی نوشته به خاطر این خیلی سنگین هستش و حوزوارش ها که چلنج های خط پرلکس خب و اکثر بندایان به گونه کوتاه نویسی نگاشته شده و از آوردن واجه دشوار پرهیز شده است اوش نرکیست واجه اوش نه در فرورنیگش بند 131 به گونه انوش, انوش یا اش اوش نره آمده و فرورش شروع شده است برنامه روایت به نوشته های پارسی میانه کاوشای کیانی که میدونیم یکی از پادشاهان اصولی ایران هست در دور کیانی وزیر دانا به نام اوشنر نداشت این مرد همه خردمندی بود یا خردمند بود و با آموزش های بخردانه خود ایرانیان پرورش داد دانایی او سبب شد که کاووس بر هفت کشور زمین پادشاهی کند از خود مفهوم هفت که میدونیم مفهوم مستوری دیگه, دیگه بعد در فرهنگ ایران مثل هفت آسمان یا هفت زمین اوشتا زمانی که در شکم مادر بود فره جمشید به دو پیوست و از همون از هم زمان با مادر خود سخن گفتن آغاز کرد او پسر دختر پائولا پاولا واجیریا مزاپرست بود و پس از زاده شدن از مادر با فراچیه جادوگر گفتگو کرد و معماهای مهم... او را بازگو و اهریمن را شکست داد او زبان مردمان نوایی مجاور ویمند گوشینه را بیاموخت و بر نا ها یا انیران ایران هنگام مباحثه قلبه یافت سرانجام دیوان کاووس را گمراه کردن و به فرمان این پادشاه وزیر دانا و خیلت پرور کشته شد میدونیم که البته جنبه اسطوره‌ای داره کریستیانسن که یکی از اوسته بزرگ فرانسوی است میگوید اوشنه را موجود داستانی میگویند و گوید که ها که در فرونیهاش نامش آمده به معنای بسیار خردمند است و در دینیک از این صفت همچنان که در مواد دیگر دیده می شود اسم خاص جدیدی تربیت یافته خب دارست دیدیم که این از منو چه هستش در قرن سوم هجی نوشته شده و نام یکی از نیاکان اوشنر شده است وی از بحث در این باره نتیجه میگیرد که وجود داستانی اوشنر مسلما از وی نمونه و سرمشقی که برای رجال خردمند سیاست و در روایت کهن موجود بود مانند بزرگمهر که بعدها به وجود آمد ساخته شده است دانشمند پارسی دابار در پیشگفتار رساله انداز اوشنر دانا شهری درباره او نگاشته و نظر میدهد که اوشنر در اعثار ماقبل تاریخ میزیسته و آوازه خرد و دانش او به دوره های بعد رسیده و سپس در رسالات پهلوی آمده است خب نسخه های موجود هم که میگوید سه نسخه است نسخه اسکی نسخه مدادی و نسخه عکسی که در کتابخانه سلطنی مونیخ هست و نسخه چهارم که منبود انسیده کاما است در بنبی که میدونید بسیار داراب جیسنجانا به انسیده که اعطا کرده است و ناقص است و شمال یک ششم اصل اندرزامه هست نسخه مسکود در سال 1332 یزگاهی توسط موبه رستن بهرام داراب سهراب پشتان سنجانا نگاشیده شده است روش ترجمه در این ترجمه کوشیدیم که واژه پارسی به گاگرتجه تا خوب گوهری بر جای مونه خب من کار ندارم میرسیم به خود اصل متن میگوید پرسید شاگرد از اوشنر دانا که از یک تا هزار هر ماری که شمار این را به سخنی به فرهنگ بگوی اوشنر گفت نخست, نخست هنر برای مردمان خردنیک است آن یک کار که در کردن آن پشیمانی نه باوت کرفه است آن یک کار که در کردن آن مایه ورترین چیز تخشایی است آن یک کار که برای مردم فروخترین چیز دانش و دهش است و آن یک چیز اناکی یا زشت که از هر اناکی دشوارترین و نهفتن نشاید درویشی است هفتم آن یک چیز که از او بودن نشاید کنش خیش است و آن یک بار با هر چیز خب ما دیگه بلازه هفت نویسه زیاد بررسی نمی کنیم چون وقت نداریم فعل. چون این کار معمولا نشست که قبلی کردیم بلازه حرف نویسی فقط میگم این متن پهلویس و اینم در واقع آب نویسیش هست به طور مثال اندرج اندرجی یا اندرج چون موقع اندرجی اندرج اوشنر ای داناکه چون داناک و داناک میگفتن اندرز اوشنر که حالا مثلا این داره خود معنیش میگه پرسید اشاکارد اوشنر ای دانا کو اوگ تی هزار هر منگ یا منگ ادرای سوخوشه پاد فرهنگ به گفت اوشنر گفت فردم هنونر پاد مردمان خرد و اوگ پاد کردن هر که که پاسمان که بواد کیف کم اوک پد کردن به کار می یا می گفتند سیچ توخیشان او اوک پد مردمان فروختم چیش دانیش او یا اوگ داهیشن او اوک چیش ای اناخیش که هگ هر اناخیش ا دو شیورتم نیوفتن نه سایت دروشن اوک چیش کس بوتن نه سایت کنیش اخ وش اوک اباگ چی چیش خب پس این که در این مد در این بخش در این بند مفهومش این هستش که در واقع گفتیم اندرزام های متونی بودن که در واقع می اومدن بررسی میکردن هایی که میتونستم مسمن سمر باشم برای افراد اینجا مثلا داره چند تا اندرز میده در رابطه با کارهای نیک یا کفه میگه که سعی کنیم خدمن باشیم و تلاش کنیم که هنر، هنری رو که همون خرد، خرد یا نیک ورزیس رو پیشه کنیم همینطور سعی کنیم که کاری که انجام میدیم پشیمان نباشیم سعی کنیم دانش دهش رو پیش کار خودمون انجام بدیم و در نهایت تلاش کنیم که ام... کنش خیش رو این خیلی مفهوم جالب داره کنش خیش یعنی که اون کاری که اه... روش کاری که ما در واقع یا متدولوژی کاری که انتخاب میکنیم رو درست انتخاب بکنیم خب بند بعدی میگوید آمیخته شده است فرساوندی یعنی زوال و نیستیست وان یک که از هر تیزی تیزتر از کامه خشم است میگه اون چیزی که از همه چی بدتر از خشم اه... که میدونیم که خیلی بده و یک چیز که اصلا تاریکی تر است یا دوش آگاهی یعنی نادانی است دوش, آ... دوش, آگاهی خیلی جالب اینکه اه... واژه دوش آگاهی هم خیلی مهمه ما که از که در این زمینه داریم بحث فارسی در واقع واژگان فارسی میانه است که می گفتیم که ریشه های فارسی نو هست دوش آگاهی آگاه یعنی دانش دوش یا دوژ مثل دو که در, در کلمه دشمن در واقع از دوجمن میاد دوژ یعنی ایجاد تضاد برای اون لفظ من یعنی منش یعنی اندیشه دوجمن یعنی مخالف اندیشه یعنی دوجمن کسی هستش که اندیشه بد رو داره یعنی مخالف اندیشه ماست حالا پس اگه من یک اندیشه هستم پس اون بد اندیشه دوج آگاهی یعنی اینکه نادانی یعنی عدم آگاهی و یک بندی که از هر بندی سختتر ورند یعنی شهوت است ورن و یک آسانی که از هر آسانی آسانتر از خورسندی است خب خورسندی هم که میدونیم یعنی چی رضایت و یک راه که به بهش شود گروسمان است یعنی ایمان, دو... ایمان درست و کنش نیک است خب اینجا گفتیم که مفهومی که ما در واقع در گاهان داریم مفهوم بهشتی در گیان سامی است نسبت به گروسمان است در جلسه گذشته هم بحث کردیم که گروسمان یعنی بهشتی روان یا جایگاه نور دو پیرایه که برای مردمان نیک است یعنی دورا دهش و دانش که گفتیم که در جلسه در بند قبل هم گفته بود دو کسن خیشتن رفت نکنند یعنی خود را سبک نکنند یکی دیگر به درشت آوازی سخن به کسان نگویند یعنی با سلام والیوم بلند یا با حالا هم دو تا معنی میتونه با صدای بلند صحبت نکنه و همین که نباشه یعنی که از الفاظ رکیک و در واقع الفاظ رکیک استفاده نکنه چون داره میگه خودش رو سبک نکنند دیگر. و دو دیگر که از بدن چیز از بدان چیز نخواهد اینا خیلی جالبه یعنی میگه از افراد نادان دانشی رو طلب نکنه چون حتما اون رو به چاه میندازن دو کسند که همواره زهر به دل افکنده بودند یکی درویش که هر چیز به نیاز خواهد و دو دیگر توانگر یا همون این کلمه پادشاه در واقع پاتخشا میاد خیلی جالبه پادشاه پاتخشا یعنی پاخ تخ یعنی معنی توانگر بودن تند واژه حالا اینجا معنی نمیدیم واجه یعنی گفته حالا تند ممکنه گفتار رو تندم باشه پس میگه دو چیز رو از دو, نفر چیزی نخواه یکی درویشه یعنی که مس... مسکین یا گدا هست چون, ها... چون نیازمنده چون به توست و دیگه هم توانگره یعنی که پول داره دیگه و نیا... بینیاز از تو هست دو چیز را گرامی تر باید داشت یکی درویشیست و دو دیگر پاتخشا نهان برد یعنی ضد خودنما نما هم خیلی جالبه میگه که درویشی راست یعنی گدای درست و پادشاه ضد خودنما یعنی پادشاهی که خودنمایی نمیکنه یا توانگری یا ثروتمندی که خودنمایی نمیکنه از این دو چیز بیشتر سزد اندیشیدن یکی از گناه و دو دیگر از بدان یعنی میگه دو چیز بایستی پرهیز کنی یکی گناه هست و دیگری از بدان هست یعنی افراد بد یا نیکسیرت از این دو چیز شرم نه یعنی شرم نداشته باش نبود دو کسان که همیشه تند هستند یکی اه تخ... تخشاتر مرد یا مرد پرنیرو یا مرد نیرومند و یکی دیگر که از چیز بیسود رامش است یا شاد است چون میدون مثلا میگیم کلمه رامشگران هم داره میگه واژه رامشگران یعنی افرادی که میومدن بعض روی مجالس بعض روی مجالس شادی رو برگزار میکردن این هم خیلی جالبه میگه از دو چیز یعنی دو کس اینا همیشه تند هستن تند برخوردن افرادی که نیرومندن یعنی قوی هستن و افرادی که از چیز بیسود شادن یعنی به چیزهای خیلی بیپایه و کم مایه در واقع دلخوشن دو کسان که آنها را دشمن از آنچه چه سزد بود هست یکی منیتار مرد یعنی خود اندیش که خیشتن برتر از پایه خیش اندیشه و دارد و یکی ستیز مرد که به هر چیز ستیزد این خیلی جالبه میگوید که دو نفر هستن که مایت دشمنی دارن یکی ای که افرادی هستن که در واقع خوداندیشن یعنی اندیشه خودشون رو برتر میدونن و در واقع نقل رو نمیپذیرن اصلا مغرورن خودطلبن یعنی خودخواهن و دیگری هم افرادی هستن که با هر چیزی نبرد میکنن میستیزن یعنی منتقد اصطلاحا مخرب دو چیز را از خیشتن دو نباید داشتن یکی خیم یا خوی نیک و دو دیگر خرد که یعنی اینم معلومه سه چیز را استوارتر باید داشتن یکی و دو دیگر دوستی و سه دیگر زینهار حالا این اولیش معلومه چیه افتاده ظاهرا خب اینکه مشخص دوستی رو و از به را... خب این سه چیز که گرام دادن به راستی دهش یعنی میگه که اول دوستی رو پای گذار باش و بعد از دوستی به, به را... راستی دهش یعنی که دهش دشمن باشه اصلاحا نیکوکار باش خب راستی دهش باید کردن یکی از بیماری و دو دیگر از خویشاوند درویش یعنی میگه دو, دو نفر بایستی به دو, به دو گروه بایستی حتما چیکار کنی کمک کنی یکی بیماران هست و دیگری درویشان یا اصطلاحا مسکینان درویش دوانند که اندر هنگام بدی و آسانی گذرانند یکی دل دانا که از دانایی و فرزانگی چیز را به هیچ چیز ندارد و رنج نبود یکی دوش آگاه دوش, آ... دوش آگاه دوباره یعنی چی؟ یعنی افرادی که نادانند که از دوش آگاهی چیز را به هیچ چیز ندارد این خیلی جالبه میگه که دو, دو نفر دو که اندر هنگام یعنی در هنگام بدی و آسانی راهن راحت گذر راحت طلب یعنی راحت طلبن یکی دل دانا که از دانایی و فرزانگی چیزی را به هیچ چیز ندارد یعنی اینکه دو گروه هستن که مخالف هستن دانایان و نادایان دانایان سعی میکنن که هر چیزی رو که خودشون دارن رو تقسیم کنن با دیگران و در واقع رنج رو سعی میکنن پیشه کنن و دیگری نادانان هستن که از اون نادانیشون چیزی رو به هیچ چیز نمیدن یعنی چون نادانن فکر کنن همه چیز رو با پیش خودشون نگه دارن یعنی این دو گروه در واقع چی هند هنگام بعدی خودشون رو نشون میدن در هنگام سختی منظورشون این دشوارتر دارد, دارد آز برنا کوروزن سه کسان که بیش سزد بود بیش سزد بود دانا پزشک نیک و زن نیک خیش یعنی میگه سه گروه هن که در واقع اینا میان چیکار میکنن افرادی هستن که بیشتر می دارن یعنی دنبال بیشتر در واقع دانایی بیشتر یکی میگیم پزشک این خوب هست فرد دانا و زن نیکخیش چهار چیزن که تا به گاه وقت رسند گفتن نباید یعنی چهار چیزی که نباید بگی در هنگام وقتش خورش تا گوارد یعنی وقتی که غذا میخوری و زن تا میرد وینو دلیر مرد تا از کارزار باز آید و بر محصول زمین تا به انبار کنند یعنی اینکه میگه که وقتی که غذا میخوری وقتی که در واقع زنی که فوت میکنه و در نهایت مردی که از جنگ برمیگرده و زمینی که دارید برداشت میکنید تا به انبار ببرید سه چیزن که هرچند چند برا، برایان یعنی بر برسنجند یا بسنجند خارتر یعنی پسترن آموزش فرهنگ بیسود و بد مردم خیلی جالبه میگه که سه چیزن که هر چقدر تلاش بکنی اونا رو در واقع بسنجی یا انجام بدی پستی به وجود یعنی نتیجه فرجمش پستیه فرهنگ بیسود یعنی فرهنگ چرا هم یه چیزی فرهنگ سازی کنی برای کی برای مردمان بد چون آموزش صحیحی وجود نداره خب میگه دلیلی که این فرهنگ بیست برای مردمان بد جواب نمیده میخواد آموزش غلط هست و مردم بعد و راه تاریک بیمگین چون میگه که بدلینگ چون جالب آموزش بلنچه نمیرسه به خاطر اینکه تاریکی وجود داره سه چیز مرد را برز تر یعنی بلند پایه تر بود به خرد و خیم و هنگ یعنی خوی نهانی داشتن میگه سه چیز مردم فرد به فرد مقام میده یا بالاترش میکنه یا ارز و قرب بهش میده ارز و قرب ببخشید یکی در واقع خرد هست که میدونیم دیگری خوی نیک هست هنگ یعنی خوی نیک مثل سرهنگ یعنی سرخوی که واجهش درختش و خیم هم که یعنی چی مثل مثلا میگیم بدخیم خیم خوش خیم یعنی اینکه سرش سرش درست به سه چیز مرد غم را شاید گواردن یعنی تسکین دادن یعنی به سه چیز مرد مردی که در غمگین هست میتونی تسکین بدی به سخن دانایان دیدار دوستداران و می که شراب است ماه روز یا روز دوازدهم هر ماه شمسی سه چیز را کوشش کنند رامش خیش پسند نیکان و ستایش کف مزرا در, در مفهوم ماه روز در واقع روز منظور روز ماه هستش که در هر روز زرتشتی است که در هر ماه هستش میدونید می سالنامه ایران باستان این معنی رو میده که در واقع همزه ما داریم اجام میکنیم پس میگه سه چیز رو کوشش کن که دست بیاری رامش خیش یعنی آرامش خودت رو پسند نیکان رو یعنی رضایت, افر... رضایت افراد خوب رو نه رضایت از بعد یعنی همیشه نباید دنبال این باشی که همه راضی کنی بلکه باید افرادی راضی کنی که واقعا نیکسیرت و در ستایش کرف مرز رو یعنی ستایش افرادی که پاداش رو در یاقا دریافت میکنن چهار چیز مرد رو زیانتر بابد بسیار خوردن می یعنی زیاد چرا خوردن. ونی به زنان یعنی در واقع چشم بد به زنان داشتن و بسیار کردن یعنی نیوار در نیو اردشیر و نخجیر شکار بیش اندازه یعنی شکار بیش اندازه. این چهار چیز باید مرد را آشفته کند پسر و زن و شاگرد یاری بود چهار چیز مرد را گرامی تر است گرفتن دادن یعنی برزش احترام احترام بزرگان و پناه دادن و پیوند با نیکان پنجن که از ایشان جدا بود بوید. یعنی پنج چیز ازش که بایدی ازشون دوری گزینی. پشیمان نبود یا جدا بوید چونجا بوید بعدا تبدیل شده به بود فعل دیگه فعل بوید تبدیل به بود شده یعنی میگه کار هیچ کار پشیمان نباش از خدایی آقا صاحب که و بد ندانند یعنی اینکه از به حال اربابی که داری ام در واقع که نیک و بد رو تفاوتی بین نیکی و بدی قائل نیستش یعنی ممکنه که حقیقتا بخوره و دو دیگر دوست ریایی یعنی دوست ریاکار دو دوست دو دیز باز و سه دیگر زن بد یعنی زن بد سرش و چهارم یار بد یعنی دوست بد پنجم مزدور بد این یعنی خیلی جالبه مزدور بد یعنی کسی که خیانتکار یا جاسوسه پنج چیز بیش از گاه به دست آوردن نتفان یکی منش پادشاهان و دو دیگر نیومرد تا از کارزار بازاید میگه پنج چیز بیش از حد نمیتونی به دست بیاری یکی اینکه نمیتونی منش یعنی نیروی اندیشه نیک پادشاهان رو به دست بیاری و دو دیگر نیروی زیاد از حد مردان کارزار یعنی مردانی که در جنگ در واقع مبارزه میکنن سه دیگر ارجمندی مرد تا به آمدن انجمن شتابند یعنی که حالا مثلا مقام بالایی که افرادی هستن مثل مثلا رئیس انجمن یا مثلا بزرگان مثل در واقع افرادی که به عنوان سفید ازشون یاد میشه چهارم دوستی مرد تا به آستانه یعنی بدبختی و پریشانی و پنجم نیکنامی زن تا به فرجام کار یعنی خوشنامی زن تا اینکه فرجامش معلوم نشه یعنی نتیجهش معلوم نشه به این پنج چیز مرد دروند یا بدنام بود نخوص از زتاری یعنی بیرحمی دو دیگر از افسوسگری یعنی مسخرگی سه دیگر از خشمگینی و چهارمی روان ناگروری یا یعنی بی ایمانی به روان این واژه ناگروی هم جالبه ها یعنی عدم گرایش به روان یا یعنی بی ایمانی به روان یا یعنی عدم تمایل به روان و پنجم از فریفتاری یعنی خودشیفتگی و این پنج چیز مرد را به دانا دارن ندوش،, ندوش آگاه یعنی دوباره میشه نادانی یکی به چیز شده و گذشته غم نبرد این هم خیلی جالبه یعنی به گذشته فکر نکن گذشته فراموش کن و دو دیگر چیزی که آمده است را میتوخت یا سخن دروغ ننشاید یعنی خودت به سخن دروغ آلوده نکن و سه سدی، دیگر با آنچه آمده است خرسند باشد یعنی هر چیزی که میاد واژه یا ضرب و که میگه هرچی پیش آید خوشایند و چهارم با آنچه امید است سزد بودن, بودن. یعنی هر چیز به هر چیز خوب در واقع امید داشته باش پنجم به اناکی یا رنج پریشان به نیکی مست نبود این شش چیز به دوش آگاهان بود یعنی دوباره به نادانان نه به دانایان داره تاکید میکنه نه آن یکی آنکه بدون سبب خشم گیرد یعنی بدون دلیل عصبانی بشه دو دیگر که دوست و دشمن نشناسه یعنی تفاوتی بین دوست و دشمن قائل نیست سه دیگر که سخن بیسود یا بسیار گوید یعنی سخن مزر میگه چهارم که راز نشاید داشتن یعنی دهن لخ هستش و راز رو پنهان نمیگذاره و پنجم که بیگاه بسیار خندد یعنی علکی میخنده و در زمان نامناسب میخنده ششم که به هر کس گستاخ بود یعنی با هر کس در واقع گستاخی میکنه یا بیشرمی میکنه شش که از این, چه چیز، از این شش چیز ازش پهیز بودن پس میگه مرد دانا و خدمه از این شش چیز در واقع دوری میگذینه بالستانی کردن خدا برتر و والاتر گرفتن این کلمه بالستانی هم جالبه ها برای به بالا و به والا شده میگه مقام والا یعنی مقام بالا من در خشم کین از منش خیش باز داشتن. یعنی میگه دنبال کین و جویی رفتن کین توز بودن نگیراد یا متوجه به نیکی بود بودن یعنی عدم توجه به نیکی و فرساوندی چیز اندیشیدن و دشمنان رو به چاره نیک نگفتن یعنی دشمنان رو رهنمود درست ندادن دوستان را نه به خوبی بونده یعنی تمام گفتن به هر چاره جای نیک از دست نهشتن یعنی نشستن یا برداشتن یعنی میگه به هر جایی که به هر جای نیکی بوده از دست در واقع از جای نیکی که مثلا میتونست مسمر سمر باشه در واقع پشیمان شدن هستش و اندک آهو یا ای به خیش به ویراستن یعنی ای به خودش رو در واقع بخش برگردم آه بله میگه عیب خودش رو پنهان کردن پس آهولی کسان به گفتن یعنی غیبت کردن به راز پادشاهان نرفتن نجستن یعنی اینکه در واقع بدی پادشاهان رو میگه و در راه پادشاهان یعنی در راه نیکوکاران گام نبرداشتن این نف... یعنی تلاشی نکردن که در اون راه خوبی گام برداره و اراده اونم نشه که در این راه بره که آن را که خدای مرد از او آزرده است دور گشتن و آن که به هر یعنی اون چیزی که افراد نیکو دنبالش نمیرن و ناراحت میشن تا با دوری بگذینی و آن که به هر درایی افسونگری اندیشه دور داشتن و مردگان را که گاه کفه کردن یعنی میگه از هر چیزی که به مایه افسونگری و هرزگی استش دوری گزیدن اندر یاد داشتن و آنکه گناه به ذه کرده از پشیمان به پتت از خب این منظور واژه پتت اینجا توبه کردن هست میگه به هر گناه گناهی کردی یه چیزی کردی باید تو توبه کنی حالا این کاری به این واژه به کردن که میدونیم به زه یعنی در واقع واجه هاش امروز به کامیان جور این حالا در رابطه واژه پتت هم یا عوض پتت هم من مفصلا بعدا صحبت بعد میکنم که میدیم که از عوض های ساسانی است که بعدا خود عوض بعد میگوید پتت بودن و دیگران نیز گناه نکردن برابر دستور هر کس البته منظورش که خاندان توبه یا پته در موبت هست و هر کس رو خوب چشمی کردن و به فراوون گرفتن یعنی هر, هر کس در مورد هر کسی قضاوت درست داشتن نه اینکه عدم قضاوت مثل این یک از روش های اشتباهی که ما امروز داریم یعنی پیش قضاوت نادرست پرسید شاگرد که چه کردن نیک و چه نکردن و چه نگه داشتن و چه باز داشتن و چه بهشتن و چه فراز گرفتن نیک است میگه شاگرد از استادش پرسید که, که کارهای هست چه کارهای درست است چه کارهای نادرست چه کارهایی باید انجام بدیم چه کارهایی نباید انجام بدیم استادم جواب میده که پاسخ کرد که آشتی کردن نیک و نکردن جنگ جواب میده که بایستی که جنگ نکنیم و صلح برقرار بکنیم فریاد نیک نگاه داشتن یعنی اینکه سعی کنیم که اون چیزی که درست هستش یا اون چیزی که نیک گفت نیکی هستش رو بیان بکنیم یعنی خرد اندیشه نیک داشته باشیم زبان نیک کم گفتار نیک و باز داشتن و خشم نیک بهشتن یعنی کردار نیک داشته باشیم خشم رو ربیم ببریم یا رو پنهان فرمایه کنیم کین نیک فراز گرفتن خیلی جالبه یعنی اینکه همون کردار نیک هستش فراز گرفتن هست یا کینه نشته باشه پرسید شاگرد که چه هست و چه نیست چیز آنکه بفرید شاگرد از دوستانش پرسید چه چیزی هستش که ما را میفریبه یا فریب میده پاسخ هست روان جالبه روان یا همون روح هستش تن آنکه تن آنکه بفرید آن نیست که سخن دانایان و دین آگاهان به کار ندارد یعنی اینکه شخصی که سخن دانایا و اندیشمندان رو گوش نمیده اون معمولا فریفته میشه فری... یعنی فریب میخوره و از کنش خیش پشیمان بود یعنی به حال اگه کار دور... هر کاری هم بکنه پشیمان یعنی مزوشی که پشیمانی خوب نیستش نه باید هر کاری ما بکنیم پشیمان بگیم پشیمان شدیم نه و دانا آن کس که دین آگاه دین آگاه آن, ک... آن کسی که همت حمومت... حقوق هورشت دارد میگه که اینجا مفهوم دین آگاه رو میگه که ما یه واژه هستش که در دوره ساسانی زیاد ازش استفاده میکنیم دین آگاه با دین بردار فرق میکنه دین آگاه یعنی کسی که آدانش دین رو داره دین بردار یعنی کسی که انجام دهنده احکام دین هستش میگه دین آگاه کسی هستش که اندیشه اینی و کردار نیک رو داره پس میبینیم که دین آگاه یعنی کسی که اخلاق برش بر احکام متقدم هستش ببینید که چیزی که ما امروز میگیم اخلاق تقدم داره بر احکام به خاطر اینه یعنی دین آگاه باید باشیم تا دین بردار بیگمان و گردش راست و پرستش روشنا، روشنانه به فره ایزد به فره ایزدی داشتن و دیگه نیم میگه که باید به حال تمایل داشته باشه که به راه درست گام برداشتن و به سمت فره ایزدی حرکت کردن بداند که نبشتک نیکی و دهش نیک که کند نبشتک بد دهش بد نکند یعنی به حال میگه کار درست رو انجام بده و از کار بد دوری گزینه و بعد دهشمند باشه یعنی نیک کار باشه این نیز گفته شده است که از آز به خورسندی یعنی تمع رو به خورسندی تبدیل کن یعنی به قناعت و ورن رو به چاره یعنی اینکه در واقع اون چیزی که فکر میکنی یعنی پشیمانی رو به چاره اندیشی و خش رو به بهمن منشی یعنی نیکندشی یعنی خش رو به نیکندشی یعنی گفت یعنی منشی نیک تبدیل بکن به شاید زدن و چون نیکویی به اندیشه آید زود بگیرای و چون بدی به اندیشه آید از خیشتن بپرسای این هم خیلی جالبه میگه که وقتی که نیکویی به اندیشت میاد یعنی نیک گفت یعنی نیکی به اندیشت میاد زود اون رو انجام بده چون کار درسته ولی اگه بدی به اندیشت اومد سعی کن انجام ندی یعنی تعامل کن و چند بار به با خود چالش کنه خود به پشت کاری درست هستش یا نه و دنای دودی کن از خب اینجا هم داره میگه که مفهوم جمله چنین به نظر میرسد شکوف و جلال خدایی رو به طور روشنی ستایش کند مبدأ علت علل معنی جمله چه این خیر و دهش نیک چه کسی است خب اینم در واقع یک مفهوم دیگه مبدأ خیر و بعدش نیک چه کسی است خب بعد میگه که پرسید شاگرد که درویش به چه خرم دروند امید دارد دوباره شاگرد از استادش پرسید چون به اوشنر اوشنر اوش یعنی استاد دانا یا خردمند میگه که شاگرد از پو استادش پرسید که درویش یعنی فرد مسرین به چه دلیل در واقع به چه خرم یعنی از چه نیک آگاهی یا یعنی چه خرم منشی در واقع امید ایجاد میکنه برای خودش پاسخ چون نیست هیچ نیکی از اشویی پاکی خب این مفهوم اشویی هم که ما میگیم مفهوم پاکی هستش دیگه مثلا میگیم اشو زرتشت مفهومی میگیم این اشو در واقع صفت هست برای زرتوش یعنی میگیم اشو از اشوان یا از مفهوم اشا میاد دیگه یعنی اشا یعنی بهترین راستی یا نظام خردمندی که در جهان وجود داره و اشو زرتوش دنبال این بودش که این نظام اشا رو در واقع در جهان خوک فرما کنه میگه به هر ما بایستی نیکی رو از اشویی پیدا کنیم یعنی میگه از نظر جهان اشو زرتوش نیکی از پاکی میاد یعنی اگه پاک سرش باشی قطعا منش نیک رو هم خواهی داشت و نیز نیز هیچ بدی بدتر از دروند میگه هیچ چیز هیچ بدی بدتر از دروندی یعنی اندیشه بد داشتن یا اون منش بد داشتن نیستش درویش توانا کرف انبار کردن که وی که یزدان یک تا یار اوز چگونه شاید بودن خب شاگرد این نیست پرسید که اوش نره بخرد یا اوش نره دانا که انوش یعنی بیمرگی یا انوشی یعنی بیمرگی اوشنر چه گفت؟ اوشنر گفت که خورش نه تنها خورند و کرفهی که به پتیاره یا آفت بزه کنند و بزه را که از ستهمگی یعنی ستمکاری آز و خشم کنند و برای آز و خشم و نیز چاره هست چه به, آ... چه آز چه آز به خورسندی و ورن به چاره و آموزش خب این هم ما تفسیرش رو قبلش دوره کردیم یعنی تقریبا تکراری هستش میگه که اون کاری که ما بایستی انجام بدیم یعنی اون کاری که درست هستش این هستش که ما نبایستی تنهایی غذا بخوریم و نبایستی پاداش پاداشی به افراد بزه کار بدیم یعنی آفتی یا افرادی که در واقع کار اشتباهی رو انجام میدن یا کار گناهی یا جرمی رو متب... در واقع انجام میدن و در نهایت این جرم رو هم از ستمکاری میاد و در نهایت آز, مخ... آز, و خش میکنن یعنی در واقع میدونیم تمکار هستن و خش رو پیشه میکنن و در نهایت دوباره میگه میگه باید از تمه رو به قناعت تبدیل بکنیم و خش رو هم به نیکندیشی تبدیل بکنیم دوباره رو داره تکرار میکنیم و خش به بهمنمنشی تمام کشت پرسی شاگر کرفه چه اشنر گفت پریختن گناه خورسندی به اندازه دوباره میگه که قناعت رو به اندازه بایستی داشته باشیم آنکه بخرد کامد یعنی خواهد بودن گو بوبنده منش یعنی کامل اندیشه میگه کسی که خیردمند هست که معمولا کامل اندیشه حالا کامل اندیش اینجا تفسیر مختلف میتونه داشته باشه که یعنی که اندیشش کامله یا اندیشه نیکش کامله که قطعا کسی است یعنی فرد خیردمند کسی است که دوباره گفتم خیرد ترکیب از عقل احساس هست یعنی هم منطق رو داره هم احساس رو داره یعنی اندیشش رو به نیکی گراییده که قطعا اون باعث در وهله اول وهمنه نر داشته باشه یعنی اندیشه نیک رو داشته باشه باش آنکه به خیم کامد بودن گو دلدرد یعنی قمخار دیگران باش آنکه به خوشنود کامد بودن گو که نیک دوست باش یعنی دوست نیک دوست باشن حالا دو مفهوم داره یعنی هم دوست خوب داشته باشم هم که سعی کن با دوستان خود به نیکی رفتار بکنی آنکه به روان دوست کامد بودن گو راد باش یعنی اینکه اگر میخوای دوست خوبی را انتخاب بکنی باش راستگو باش که اون هم به تو اعتماد بکنه آنکه به سودمندی کامد بودن گو که افسوس مکن میگه که هیچ موقع پشیمان نباشش از کار سودی که برای کسی میکنی این همون مفهومی هستش که میگه اگه تو یک کار خوبی رو برای کسی انجام بدی دنبال ارج نباش همون شعر معروفی که داره میگه اگر در بیابانی در باز تو نیکی میکنه و کی زد در درجه انداز کیزه در بیابان دهد باز این همون مفهوم آنکه به خوب گوشن خوب گوشن یعنی خوب گفتار کامد بودن گو که راست گفتار باش اینا مشخصه دیگه میگه من از اندیچینیک به گفتار نیک میرسه یعنی به راستی میرسه به راست گفتن میرسه آنکه گستاخی با روان خیش کامد کردن گو که هر کس را دوست داشت داشت دوست باش هنگ بد مکن آنکه جرفبین کامد بودن گو که خوب آموزش باش دیگه خیلی جالبه میگه که اگه میخوای در واقع عمر درازی داشته باشی و در واقع آخ... خیلی جرفای زیادی رو طی بکنی یعنی در واقع هدف گذاری بزرگی داری همیشه آموزش ببین یعنی امرو به جوی دانای خرد آزموده همیدون هم گفت این هم کلمه همیدون بعد تبدیل به ایدون شده میگیم ایدون با ایدی ترجمه یعنی چنین باد در واقع همیدون به ایدون تبدیل شده گفت که به خواسته که میدونیم مال دارایی بسیار است و برای بسیار بودی برای هر کس زیان, تر... زیان کارتر است میگه به ثروت زیاد که باید در آدم در سر بشه چه ایشان را که نیست آرزو و شتاب خواهند و ایشان را که هست همیشه اندر شتاب آز اندیشند چون میگه ثروت زیاد ممکنه به طمع منجر بشه و ممکنه هی هم تو بخوای بیشتر بخوای و ایشان را که بود نشد یعنی میسر نشد و اصلا دیگه هم اگه ممکن به دست نیاری همون پشیمانی برای بشه چون که گفتیم که رسیدی به اون حکمت اول که میگه پشیمان نباش از هیچ کاره چون برها این یه مقدارم بحث فلسفی رو داره میکنه دیگه همواره رنجه به تیماس هستن و خواسته به اندازه و پیمانه میگه به حال همیشه انسان ها طبیعتا تمع رو دارن که دنبال ثروت باشن بنابراین بهترین این هستش که اون دنبال ثروتی باشی که به اندازه لازمش داری که میگه قناعت به اندازه یعنی قناعت به اندازه به سروتی که به اندازه کافی بتونه در واقع جوابگوی هزینه ها و جوابگوی بهار هر باشه و پیمانا اندازه نیکس که پتیاره از تن باز داشتن تمام و میگه معیار سنجش هم این که بزه و جمع رو از جدا کنید چون به میگه انسان بایستی به با اون ثروتی برسه که جرم و جنایت فاصله بگیره این نیز گفت که آزمرترین چیز و کس مردمان هر روز اندر کاهش از بانکی که سزایشی تر نکوشید میگه به حال افراد تمعکار در جامعه رو به کاهش هستند چرا که میگه بیش از شایستگی نکوشید چرا چون به حال افراد درست کفتار یا افراد درست اندیش افرادی هستند که به اندازه شایستگیشون تلاش میکنن نه اینکه بیش از شایستگیشون تلاش بکنن خیشتن به سود گیتی زنده ندارید فراخان تن که بزرگی از نان را آفرین و سپاس کرده است به ستایش نیایش پناهی و داشتاری و امید به اورمز خدای به مینوان برترین امشاس پندان و هر می میتوان نیک کرد خب میگه فردا درستم کسی هستش که برای ستایش دادا اورمز رو بکنه در واقع دعا بکنه و ستایش را همیشه در کار خودش داشته باشه حالا این ستایش به معنی نماز نیست من بارها گفتم در زرتشت نگفته حتما هر پنجگاه نماز بخونید همیشه چیز اشو در گاهان نگفته اشو زرتوش گفته که هر موقع به حال دوست داشتین میتونید با خدای خودتون راز نیاز کنید حالا نه نف... فقط این که حتما خرد اوستا بخونید یا یشتا تا بخونید یا یسنا بخونید, بخونید شما میتونید مثلا یه فرامون یش رو مثلا یش مو رو فقط بخونید مثلا در کتاب صد در به این اشاره شده که مثلا افرادی که ستایش میکنن یا نیایش میکنن مثلا با یعشتا یعشتا هم شما میتونید در واقع نیایش خودتون رو انجام بدید خب و بدانند که رهبری مینو و گیتی از او پیدا شود و به مردمان اندر ستایندگی و سپاس بیشمار که اندر اورمز خدای امشاسپندان هر مینو نیک باید کوچا بودند چه همچون که ما برترین آفریده هستیم نخوض چیز که میگه به ما اشرف مخلوقات هستیم میخواد که با رود این داد یعنی قانون که به ما هماوندی یعنی نیرومندی و بزرگی و پیروزگری اورمز خدای امشاسپندان و پیروزگری و نیرومندی که در دین مزجستان آگاه بودن چه اگر من بیگمانم که دادار اورمز آفیدگان و آفرینش مینیو و گیتی که به مفهوم نشین هستش که به حال ما میدونیم که او رامزده جهان مینوی یعنی جهان آخرت هستش پس به از او از سپاسگزار باشیم که به حال این جهان برای ما آفرینش کردن یعنی این همون مفهوم ستایش هستش. خیلی مطمئن طولانی بود تقران با آخرش میرسیم بودن را با آین ویژه کرد شایسته است که رستاخیز تنه پس این را نیز داده است و چه از هر ویزب آگاهی و هر ویزب داداری و هر ویزب دانشی خیش این چیز صحیح تر یعنی قابل توجه است این واژگان هم که برای واژگانی هستش که از گاهان میاد هر ویزب آگاه در خور عوستان میاد هر آگاه یعنی آگاهی درست یا دانش درست هر دادار یعنی دوباره دادار که در کردار میاد تقریبا که میشه دوباره کردار درست و هر دانشی خیشه هر دانش هم که میشه دانش درست ارجمندتر و سودمندتر و بیکرانهتر و رامشتر داده است چون رستاخیز تن پسین همه آفریدگان و آفرینش ویژه بی آهو بی مرگ و بی زروان بی پیدی و بی گرستنگی و بی تیشنگی و بی پتیاری کردن و به فرجام باز خیش کردن پیروزگرانه و به فرجام 9000 ساله نابود کردن این البته مفهوم 9000 ساله میدونیم از اسطوره ایرانی میاد چون بر اساس اسطوره ایرانی 10000 سال ما معمولا تقسیم،, تقسیم دوره کردیم یعنی تقسیم تاریخی کردیم که معمولا به دو دوره چهار هزاره تقسیم میشه معمولا هزاره آخر رو ما میگیم هزاره سیایی هستش گناگ مینوی دوروند و زادگان و پس پسفرزان نیک واجب از همه مردمان گزار یعنی گذرگاه برنگیردین که بکردن رستاخیز و تن پسین و چه چیز رهانتی تر من یعنی در فرجام پیروزگرانه به سوی خیش باز میگردن که <متحدث> هم تقریبا ما در اوستای ستاشو یک تا خداوند که در واقع یک از اوستای است در دوران ساسانی به خورد اوستا اضافه شده ما اینو میبینیم که این مفاهیم هم استفاده شده اند یعنی yani به حال مفاهیم نظیر پل چینود که الان مثلا در ادیان سامی به پل سراد تعبیر شده یعنی yani چیزی برزخ بین بهشت و جهنم یا دوزخ و بهشت مفهوم میده و از دستوران دانا سخن ایدون اشنوده است یعنی از دستوران از موبدان اندیشمند سخن درست رو بشنو و با آسنو خرد یعنی خرد فطری چون ما در واقع میگیم و گوش سوخرد و خرد اکتسابی این هم خیلی جالبه این دو واجه است دو واجه اوستایی هست میگیم آسنو خرد آسنو تبیش به آسان خرد آسان البته بعضی میگن اشتباس آسان معنی نمیده اینجا خرد فطری یعنی خیردی که ما در سرشتمون وجود هست و دیگری گوشنو یا گوش و سرود خرد یعنی خیردی که ما باید بهش برسیم یا خرد اکتسابی یا خردی که باید اکتساب کنیم گوشو هم تبدیل به گوش شده حالا گوشو یا میگیم که خردی که به حال با از شنیدن از گوش باید بهش برسیم نه خیلی جالب سزد دانستن که بکردن رستاخیز و تن پسین این چیزی برتر چگونه به دین مذیع نان و گنجودی کردن خست خستونش خستو و خستوان است و خوشیار باید بودن که به تا یتی زندی زنده ایده کامه هورمز خدای ورزیدن یعنی تا زمانی که زنده اید باید صدایش هورمز بکنید و به دین باید بودن که ما را گناک مینوی دروند با, زادگان نف... با زادگانش نفری بند و ما را از راه راست یزدان به مگردان یعنی به حال ما با تلاش بکنیم که تا زمانی که زنده هستیم در راه درست حرکت بکنیم و از راه نادرست دوری بگذاریم همین چه روان با اوشنو پرخرد که به شاگرد خیش این اندرس کرد و فرمان داد فرجامید به درود شادی رامش انوشه روان آن که این نیز را نوشت یعنی این هم در, در, پایان داره میگه که به حال این کل انداز دانا بود و این چنین در واقع به شاگرد خودش این چیزی را را داد و در نهایت آرزو کرد برای استاد خودش یعنی برای شاگرد خودش شادی و رامش یعنی شادی و آسودگی یعنی آسایش خب این هم که معمولا در پایین هر متن پهلوی واجه نامه میاد و در نهایت هم منابع محاخذی هستش که اوورده شده خب پس اینم بررسی بودش که ما امروز کردیم از کتاب اندرز اوشنر دانا و دیدیم که اندرس های خیلی جالبی کرد معمولا این اندرس ها در رابطه با این بودش که ما معمولا راه درست و چگونه باید انتخاب کنیم چجوری از راه بد در واقع دوری بگزینیم چه کارهای درست هست چه کارهای نادرست هست چه کارهایی در واقع ما رو به خرد میرسونه مفاهیم خرد رو بررسی کردیم خرد اکتسابی و خرد فطری و در نهایت دیدیم که مفهوم فلسفی در واقع آین بهیر هم به ما نشون داد حکمت خسروانی رو به ما در واقع بیان کرد مفاهیمی در واقع استورهی که برحال سرچشمهی در واقع دین مزدایی هست رو به ما نشون داد و در نهایت هم ما میتونیم اینو رو بگیریم که اون چیزی که به در نهایت میخواد به ما نشون بده اینی که بهترین بودن به مفهوم این نیستش که ما با همیشه مثلا اوستا بخونیم و نماز بکنیم نه بهترین بودن به معنای این است که ما با اندیشه نیک داشته باشیم گفتار نیک داشته باشیم و کردار نیک داشته باشیم بهترین بودن به این معناست نه اینکه فقط صد و کوشی بتن کنیم و خب قطعاً این کار سختی است برای اینکه بتونیم کردار نیک رو داشته باشیم و گفتار نیک رو بایستی از منش نیک بیاد یعنی اندیشه نیک داشته باشیم و این همون خردورزی است که قطعا اگه همه ما خیلی ورز بشیم بسیار مسائل مشکلات جامعه ما برطرف خواهد شد خب بسیار خوشی شدم از یک لایو دیگر با دوستان دوستان بسیار یاران گرامی که به حال به ما پیوستند و در این انجامن ما را یاری کردند بسیار پوزش میخوام از یاران اگر نتوانستم به حال پاسخگوی برخی از پوزش های یاران باشم در تلاش هستم که یک گفتمانی رو با همدیگه در نشست های آینده داشته باشیم ایدون باد ادیون ترجمه باد به با امید دیدار